فصل سوم. ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم. اگر دنیا ما را آنطوری که در واقع هستیم نمی شناسد، علتش این است که او را نشناخته است. ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد، ولی همینقدر می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید. هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد همانطور که مسیح پاک است. هر که گناه کند قانون خدا را می شکند، زیرا گناه چیزی جز شکستن قانون نیست. شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان بشر را از میان بردارد و نیز می دانید که او کاملا بی گناه است. بنابراین محال است کسی که در اتحاد با مسیح زندگی می کند در گناه به سر ببرد. اما هر که در گناه زندگی می کند او را هرگز ندیده و نشناخته است. ای فرزندان من، کسی شما را گمراه نسازد. هر که نیکی کند شخص نیکوست، همانطور که عیسی مسیح کاملا نیک است. و هر که در گناه به سر می برد فرزند شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر خدا ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد. هر که فرزند خداست نمی تواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات الهی در اوست و نمی تواند در گناه به سر برد، زیرا خدا پدر اوست. فرق بین فرزندان خدا و فرزندان ابلیس در این است: هر که نیکی نمی کند و یا برادر خود را دوست نمی دارد فرزند خدا نیست. زیرا آن پیامی که شما از اول شنیدید این است که باید یکدیگر را دوست بداریم. ما نباید مثل قائن باشیم. او فرزند شیطان بود و برادر خود را کشت. برای چه او را کشت؟ به خاطر اینکه اعمال خودش نادرست و اعمال برادرش درست بود. ای برادران من، اگر مردم این دنیا از شما متنفر باشند تعجب نکنید. ما می‌دانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم، چون برادران خود را دوست می‌داریم. هر که دیگران را دوست ندارد هنوز در قلمروی مرگ زندگی می‌کند. هر که از برادر خود متنفر باشد قاتل است و شما می‌دانید که هیچ قاتلی دارای حیات جاودانی نیست. ما معنی محبت را درک کرده ایم، زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه برادران خود فدا سازیم. آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است، ولی وقتی برادر محتاج خود را می‌بیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. پس ما می‌دانیم که تابعین حقیقت هستیم، زیرا وجدان ما در پیشگاه خدا به ما اطمینان می‌دهد. و اگر هم وجدان ما را محکوم سازد، خدا از وجدان ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه می‌باشد. ای عزیزان، اگر وجدان ما را محکوم نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم و او تمام خواهش های ما را بر می آورد، زیرا ما بر طبق احکام او عمل می کنیم و آنچه را که پسند اوست به جا می آوریم. و فرمان او این است که ما باید به نام پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم و یکدیگر را دوست بداریم، چنانکه مسیح هم همین دستور را به ما داده است. هر که احکام او را رعایت می کند در خدا زندگی می کند و خدا در او. او روح القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی می کند.